حکومت سعودی همچنان به بازداشت، شکنجه، محاکمه، صدور حکم اعدام و نیز اعدام شیعیان در این کشور ادامه می دهد. این وضعیت در یک سال و نیم اخیر، یعنی بعد از روی کار آمدن محمد بن سلمان و ولیعهد شدن وی، سرعت بیشتری گرفته است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. دستگاه قضایی عربستان سعودی در ادامه صدور احکام اعدام خودسرانه علیه بازداشت‌های عقیدتی، اخیراً برای تعدادی از جوانان بازداشتی شیعه هم حکم اعدام صادر کرده و این احکام را نهایی کرده است. منابع حقوقی فاش کردند که حکم اعدام تعزیری برای محمد آل طاهون، مصطفی ابوشاهین و عبدالله غزوی صادر شده است. عربستانی در بند دیگر نیز به نام‌های زهیر آل سمخان، محمد آل مصبح و رضی الشایب در یک محاکمه گروهی تهدید به اعدام شدند. به گفته این منابع، به این ترتیب شمار افرادی که در معرض اعدام توسط دولت عربستان هستند به 59 تن رسیده و در عین حال ریاض درخواست‌های بین‌المللی و حقوق بشری را نادیده می‌گیرد که نسبت به اجرای احکام اعدام خودسرانه هشدار می‌دهند. این احکام در حالی صادر می شود که تیمی از کارشناسان سازمان ملل با راه اندازی کمپینی خواهان توقف فوری اجرای احکام شدند. اما در این میان کشورهای مختلف به ویژه غربی که همواره مدعی دفاع از حقوق بشر هستند در برابر این اعدام‌های ظالمانه سکوت کرده و برای توقف یا عدم تکرار آن هیچ اقدامی انجام نمی دهند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.